سرخط خبرها: آخرین میخ طالبان بر پیکر بیجان رهبران شمال. حنفی: کشورها در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. ایران دو تن را به دام عضویت در داعش بازداشت کرد. حملات هوایی اوکراین بر یک پالایشگاه نفت در روسیه. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. حنفی: کشورها در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای طالبان، گفته است که این گروه در امور داخلی هیچ کشور مداخله نمی کند و کشورها نیز باید در امور داخلی افغانستان دخالت نکنند. حنفی این سخنان را روز دوشنبه 13 حمل در ضیافت افطاری سفیران و نمایندگان کشورهای مختلف که در وزارت امور خارجه برگزار شد بیان کرده است. او افزوده است که طالبان خواهان روابط نیک با همه کشورهای جهان هستند. و گفته وی، طالبان می خواهند تا افغانستان یک کشور اقتصاد محور باشد. حنفی از تمام کشورهای منطقه و فرامنطقه نیز خواسته است تا در تطبیق پروژه های بزرگ انکشافی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. این در حال است که با گذشت پیش از 2 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان، تا اکنون هیچ کشور این گروه را به رسمیت نشناخته است. هرچند برخی از کشورهای منطقه وارد تعامل با طالبان شدند، اما گفتند که رژیم این گروه را به رسمیت نمی‌شناسند. آخرین ضربه ملحق طالبان بالای رهبران شمال. مقام‌های طالبان دارایی و خانه‌های رهبران سیاسی را تصاحب کردند. افغانستان اینترنشنال دریافته است که مقام‌های طالبان دارایی شخصی شمار از رهبران و مقام‌های حکومت پیشین را تصاحب کردند. بر اساس اطلاعات ما، مقام‌های طالبان دارایی میر رحمان رحمانی، عطا محمد نور و برخی دیگر از مقام‌های پیشین را تاراج کردند. با سقوط سریع حکومت پیشین و بازگشت دوباره طالبان به شهرهای افغانستان در تابستان 1400، بسیاری از سیاستمداران افغانستان دارایی‌های خود را رها و افغانستان را ترک کردند. شمار رهبران سیاسی که به دلیل موضوع تند علیه طالبان نخواستند در زیر کنترل این گروه زندگی کنند زیاد است. عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، یونس قانونی، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، رحمت الله نبیل، عطا محمد نور، عبدالرب رسول سیاف و محمد اسماعیل خان از جمله رهبران هستند که با سقوط حکومت پیشین افغانستان را ترک کردند. بر پای اطلاعات که به رسانه ها رسیده، مقام های طالبان دارایی ها و خانه های شمار سیاستمداران را تصاحب کردند. اطلاعات در اختیار رسانه ها قرار گرفته که نشان می دهد منان عمری، از بنیانگذار گروه طالبان، خانه و موترهای میر رحمان رحمانی، رئیس پیشین پارلمان را غصب کرده است. بر اساس این اطلاعات، ادریس انور، معاون والی طالبان در پروان، خانه و دارایی های امان‌الله گذر، فرمانده جهادی و برادرانش را تصرف کرده است. طالبان همچنین خانه رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان را در منطقه شجدرک کابل غصب کرده است. در خانه آقای نبیل در کابل، افراد صدر ابراهیم، معاون وزیر داخلی طالبان و فرد ارتباطی جمهوری اسلامی ایران زندگی می کند. اطلاعات نشان می دهد که خانه های غلام بهادین جیلانی، وزیر سابق دولت در امور رسیدگی به حوادث را قاری صدیق، رئیس استخبارات طالبان در پروان، غصب کرده است. منابع به رسانه ها گفتند که مهمانخانه عطا محمد نور، رهبر یکی از شاخه های جمعیت اسلامی را والی طالبان در بلخ و باغ او را آمر امنیت طالبان در این ولایت تصرف کردند. اطلاعات نشان می دهد که طالبان در پروان خانه جان احمد حقچو، فرمانده سابق، را به مقر حوزه دوم امنیتی تبدیل کرده است. بر پای اطلاعات که به رسانه ها رسیده، شهردار طالبان در مزار شریف خانه و باغ فضل‌الدین عیار، والی سابق پروان، را تاراج کرده است. با این حال، طالبان پیش از این گفته بودند که املاک و دارایی های مقام های دولت پیشین را به مالکان آنها باز می گردانند. برخلاف این ادعا، اما بعد این گروه بعد از دستیابی به قدرت، خانه ها و دارایی های شماره چیره های سیاسی و مقام های سابق را تصرف و به پایگاه های نظامی افراد خود تبدیل کردند. این گروه پیش از این خانه و موترهای اسماعیل خان،
رهبر پیشین جهادی را نیز تصاحب کرده بودند. بر پای اطلاعات ما، صوفی گردیزی عضو طالبان در خانه محمد محقق زندگی می کند. برخی منابع گفتند که طالبان خانه جنرال مراد علی مراد را نیز تصاحب کرده است. بر اساس گزارش ها، طالبان دو ماه پس از سلطه بر افغانستان در 1400 خانه رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیتی ملی افغانستان را در میدان وردک ویران کردند. عکسهایی از خانه آقای نبیل پخش شده که نشان می‌دهد خانه او به مخروبه تبدیل شده است. حشمت غنی احمدزی برادرش افغانی رئیس جمهوری پیشین هم در سال 1401 گفت که ابراهیم حقانی از اعضای ارشد شبکه حقانی خانه اشرفغنی را غصب کرده است. فضل احمد معنوی وزیر سابق عدلیه افغانستان هم در سال 1401 اعلام کرد که طالبان خانه و کتابخانه او را در پنجشیر آتش زدند. آقای معنوی بر رسانه ها گفت کتاب های بسیار قدیمی و با ارزش در آنجا بودند. اخیراً طالبان گلبنی نعمتیار رهبر حزب اسلامی را از اقامتگاه و دفترش بیرون کرد. طالبان گفته آقای حکمتیار در ملکیت های دولتی زندگی میکرد. طالبان او را به غصب زمین دولتی متهم کرده، ولی استدلال حکمتیار این بوده که بر اساس توافق حکومت پیشین در این ملکیت ها اقامت داشته است. ایران دو تن را به اتهام عضویت در داعش بازداشت کرد. بر بنیاد گزارش ها، نیروهای امنیتی ایران دو تن را به اتهام عضویت در گروه داعش بازداشت کردند. خبرگزاری حوزه روز سه‌شنبه 2 اپریل گزارش شده است که این دو تن در ولایت قم این کشور بازداشت شدند. در مورد هویت این افراد و چگونگی بازداشت آنان جزئیات بیشتر ارائه نشده است. ایران در حال از بازداشت این دو تن خبر می‌دهد که شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت آخرین حمله انتحاری در شهر کرمان را بر عهده گرفت. در آن حمله دست کم 80 تن جان باختند. حملات هوایی اوکراین بر یک پالایشگاه نفت در روسیه. اوکراین از حملات هوایی بر یکی از بزرگترین پالایشگاه های نفت روسیه در جمهوری تارتارستان در جنوب شرق مسکو خبر داده است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 2 اپریل گزارش داده است که این پالایشگاه بزرگ روزانه حدود 155,000 نفت خام را تولید می کند. رامین مولین که در منطقه تارتارستان که پالایشگاه در آن قرار دارد گفته که این حملات خسارات جدی وارد نکرده است. با این حال گزارش حاکی از آن است که 7 تن در نتیجه این رویداد زخمی شدند. طبق گزارش آتش سوزی در این پالایشگاه رخ داد، اما در مدت 20 دقیقه خاموش شده و تولید مختل نشده است. در همین حال یک منبع اطلاعاتی نظامی در اوکراین بر رویترز گفته که هدف از این حملات کاهش درآمد نفتی روسیه بوده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.